دوستای عزیزم سلام به داد فلیکس خوش اومدین توی این ویدیو این ده تا لغت رو یاد میگیرین راستی توی این کانال من هر هفته با کمک ویدیوهای جالب و سرگرم کننده کلی لغت و نکات گرامری آموزش میدم پس اگه میخواین هم فان داشته باشین هم زبانتون رو تقویت کنید ساب و زنگوله فراموش نشه you have a And Um, a friendly reminder in my line of work I always especially when I'm making music, like I always just want to get it out as quick as possible and um, I want to put it out there, but um, I guess it's just a reminder that patience is a virtue and sometimes you have to wait for, for good things to happen and patience. <laughs> اما تفاوتش با ویت چیه؟ اونم میشه صبر کردن درسته؟ اما ویت شما میتونید منتظر هر چیزی باشین مثلا میتونید منتظر نوبتتون برای تاکسی بشین یا هر چیز دیگه اما پیشنس در واقع صبر در برابر سختی ها و مشکلات ورچو بازم یه اسمه به معنای حسن و فضیلت اخلاقی اون که اونجا نوشتم حسن نیست حسنه اینجا یه جمله قشنگی میگه میگه پیشنس ایز ورچو In London, and then you, you traveled. I moved back to Kosovo, Kosovo at the age of 11. One, one thing people have to remember is people don't normally leave their homes unless they really have to. So for my parents, it was always a massive dream of theirs to go back to Kosovo and go back to their families and live there and, and work there. So um, when I was 11, we moved back to Kosovo, which was uh, such an incredible experience and so much fun. and. incredible یه صفت به معنای باور نکردنی یعنی impossible to believe یعنی انقدر خوبه که نمیشه باورش کرد خاله یه جمله قشنگ an almost incredible tale of triumph and tragedy یعنی چی یه افسانه تقریبا باور نکردنی از پیروزی و تراژدی experience یه اسم به معنای تجربه حالا اینجا داره چی میگه میگه که وقتی که من 11 سالم بود همراه خانوادم با همدیگه برگشتیم کوزوو which was such an incredible experience and so much fun. I was living in Kosovo. I kind of, I realized that in order for me to be able to do music and to pursue this career, I had to be in a place which for me, you know, I felt like everything was happening and that was London. Um, you know, I live my dream and work really hard towards it, which makes me kind of sad about the current um, political situation and the refugee situation because it, it, it پلیتیکال that, that But... یه صفت به معنای سیاسی. حالا بیاین ریشه یابی کنیم کلمه های مشابهش رو بگیم. Politics میشه سیاست. Politician میشه سیاست مدار. همونطور که گفتم political میشه سیاسی و political پریزنر میشه زندانی سیاسی. Refugee یه اسم به معنای پناهنده. کسی که به خاطر جنگ یا شرایط بد توی کشورش یا بلایای طبیعی مجبور شده که کشورش رو ترک کنه. حالا اینجا این میگه که which makes me kind of sad about the current political situation and the refugee situation. which یعنی که makes me kind of sad یعنی منو یه جورایی ناراحت و غمگین میکنه درباره current میشه فعلی یا معاصر حتی political situation یعنی شرایط سیاسی و refugee situation یعنی شرایط پناهنده ها situation هم که میشه وضعیت شرایط you describe your parents as the strongest love you know yes in what way um well that that i i guess my parents have been through a lot and their love has survived through a lot and they've um been through wars literally you know um they've they've they've, they've So and and you know, like خب سرو یه فعل به معنای زنده موندن اما زنده موندن عادی نیست این در واقع یعنی جون به در بردن جون به در بردن از شرایط سخت یا خطرناک حالا یه دونه کلمه دیگه داریم به تلفظش نگاه کنین این شکلیه. در واقع هیچ کدوم از آراش تلفظ نمیشه میشه سو خب حالا این یعنی بازمانده دو حالت داره یه حالت وقتی که یه اتفاق بعدی میفته همه جونشون از دست میدن یه نفر زنده م... میمونه به اون میگن بازمانده اما حالت دوم به کسایی میگن که به هر حال اتفاق خاصی نیفتاده فقط در برابر سختی های زندگی مقاومت کردن و بالاخره دوام آوردن دیگه اینجوری ما هممون تو این مملکت واسه خودمون یه پا بازمانده ایم سکریفایس که فعل به معنای قربانی کردن و فداکاری کردن بنابراین مثلا این حیوانایی که برای مراسم مذهبی میکشن در واقع ساکریفایسشون میکنن دارن قربانیشون میکنن دیگه اینجا داره میگه که they have sacrificed for us to have or feel like we are not missing out on anything این معنیش چیه میگه که اونا برای ما خیلی فداکاری کردن والدینشو داره میگه میگه که اونا برای ما خیلی فداکاری کردن تا داشته باشیم تو have یعنی چیزایی که میخوایم داشته باشیم Um, to try and give us like the best education, and um, you know, it, I don't know. It, for us, family is everything, and we're, we're so close, and that's really a testament to, to their love and their relationship and how how they are like with each other. We have such me and my siblings have such great role models. Education یه اسم به معنای آموزش و تحصیلات. حالا اینجا در ادامه حرفش میگه and try to give us the best education و سعی کردن که به ما بهترین تحصیلات رو بدن. But uh, with them as role models, yeah. do, do, you, do, you, do you feel the pressure in, in your own relationship? Um, like, it's it's got to be as as great as as good as that. As that, um, you know, when when I see my parents, at least I know that it's it's real you know and and something like that exists um so if anything it's hopeful <applause> <applause> خب کلمه بعد هست exist این کلمه فعل به معنای وجود داشتن و بودن اسم همین فعل میشه existence existence یعنی وجود هستی حالا اینجا در ادامه حرفش میگه من وقتی که به عشق علاقه پدر مادرم نگاه میکنم متوجه میشم که it is real and something like that exists که این واقعیه و چیزی مثل اون واقعا وجود داره خب دوستای عزیزم ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره بای